رسیدیم به رشته پنجم که در ادامه مباحث قبلی است در خصوص حشر و نشر و قیامت و مرگ و معاد. در بیان آنکه حشر خلائق بر صور اعمالشان خواهد بود، یعنی در قیامت صغرا که آن عبارت است از موت، کما قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من مات فقد قامت قیامته، و این انبعاث است. پس از موت طبیعی به سوی حیات در یکی از برازخ علویه یا سفلیه به حسب حال میت، لقوله صلی الله علیه و آله و سلم کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون، و در حدیث دیگر وارد است که یحشر عشرت اصناف من امتی بعضهم علی صورت القرده و بعضهم علی صورت الخنازیر الی آخر الحدیث، و این همه دلالت می کند برای اینکه حشر بر صور اعمال و افعال هر کس باشد و نص قاطع یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا مؤید این حال باشد، یعنی هر تخم که بکارند همان براید و همان بردارند، چنانچه گفتند خوش کن صفتت چرا که در عالم حشر حشر تو به صورت صفت خواهد بود. خب در یک بیان بسیار موجز و خلاصه کل مطالبی را که مهم بوده است و در خصوص معاد است اینجا ملا حسین کاشفی مطرح می کند و بعد شروع می کنیم به ادامه مباحث از مثنوی شریف. خب این بحث کاملی است، بحث دقیقی است که همه می دانیم که حشری و نشری خواهد بود، قیامتی خواهد بود. انسان ها که وقتی از این دنیا رفتند روزگاری دیگر سر از خاک برخواهند برداشت و در حضور رب العالمین و در حضور سطوت پروردگار جهانیان قائم خواهند شد، خواهند ایستاد و نظارگر اعمال خود خواهند بود. اینکه آثار اجتماعی و فردی معاد چه میتواند باشد بسیار عظیم است و سخن دیگری است. اینجا بحث از کیفیت معاد و چگونگی معاد و بحث‌های فلسفی پیرامون آن است. اینکه انسان مرگندیش، انسان معادندیش بسیار انسان محترمی است، بسیار انسان خوبی است، چرا که وقتی می‌داند که قرار است بمیرد دیگر موجب اذیت و آزار دیگران نمی شود، کینه و نفرت نمی پراکند، همه را دوست می دارد، با صلح کلی با همه جهان با همه عالم در آشتی و در محبت و عشق است، عاشق است بر همه عالم چرا که همه عالم از اوست و هر چه که او آفرید از زیبا هست، و این انسان زیبا بین حتی مرگ را نیز بسیار زیبا می‌بیند چرا که رسیدن به حضرت معشوق حضرت محبوب است و هیچ ابایی ندارد از اینکه به نزد آن ارباب مطلق کائنات و جهان جان برسد و در حضور او و در محضر او آرام بگیرد.
از این جهت آنچه که در مواردی گفتند در اینکه دوزخی خواهد بود و آتشی خواهد بود، همه اینها مفهومی که در عرفان دارد البته بسیار متفاوت است با مفاهیمی که در حتی کلام اسلامی، حتی در فقه اسلامی دارد. مولانا که خود سردمدار این فکر عظیم است، معتقد است که همه انسان‌ها اعمال و افعال خودشان را به صورت مجسم در جهان دیگر خواهند دید. یعنی اینکه هر کسی هر کاری که کرده است و هر عملی که انجام داده است، نتیجه واقعی و نتیجه وضعی و حقیقی آن رو در جهان دیگر خواهد دید، چنانچه در این جهان هم می‌بیند. اما چون این جهان قابلیت مکافات کامل را ندارد، از این جهت مجبور است که چنین باشد. شما حساب بفرمایید این جهان قابلیت مجازات کامل را ندارد و قابلیت پاداش دادن کامل را ندارد. کسی که آمده است در این جهان خونخواری کرده است، مردمان بسیار را کشته است، با یک بار اعدام اگر از دنیا برود، بقیه انسان‌هایی که کشته است تکلیفشان چیست؟ جهانی دیگر می‌باید تا اینکه او در آنجا تمامی آن اعمال زشت خود را در آنجا مشاهده کند. این جهان ممکن است برای برخی کارها توان مکافات داشته باشد، اما برای عده‌ای از کارها مکافاتی وجود ندارد. بنابراین لازم است که جهان دیگر باشد، قیامتی باشد، معادی باشد، برگشتی باشد، تا همه نسبت به آنچه در این جهان انجام دادن پاسخگو باشند، نسبت به کائنات، نسبت به جهان پاسخگو باشند. در مورد دوزخ هم چنین از خداوند که نمی آید که خود آتش بیفروزد و در آتش بگوید در آتش بدمند و انسانها را در آن آتش بیندازد. خدا که ارحم الراحمین است، چگونه این قضیه با ارحم الراحمین بودن خداوند سازگار است؟ چگونه سوختن در آتش و سوزاندن در آتش با رحمت الهی سازگار می آید؟ من مثالی می زنم معمولا برای دوستان. شما 5 مورچه داشته باشید و اینها بگویید که فلان کار را نکنید، همدیگر رو گاز نگیرید، همدیگر رو غذای همدیگر رو نخورید، چنین نکنید، چنان نکنید. اگر بکنید من شما رو آتش خواهم زد. خب اینا آمدند و چنین کاری کردند. آیا دل ما می آید که ما مثلا این رو آتش بزنیم و بعد که سوخت دوباره یک مقدار دیگر به او فرصت و آرامش بدهیم، بعد دوباره بسوزانیم؟ این مایی که ارحم الراحمین نیستیم، این از دل ما بر نمی آید. می گوییم خدا خب یک اشتباهی کرده است، نمی شود که این رو به خاطر اون چنین عذاب ده. پس قصه چیست؟ این قصه عذاب دوزخ با ارحم الراحمین بودن خداوند چه نسبتی وجود دارد؟ این که در جاهایی کسانی که مخالف معادن اینگونه مطرح می کنند و این شبهه رو خب اکنون جایش آمد که اندکی به آن بپردازیم، این است که آنچه که در جهان، در این جهان و در آن جهان است و آن مکافاتی که انسان‌ها می‌بینند، نتیجه وضعی اعمالشان هست. نتیجه وضعی رو با یک مثال بیشتر توضیح می‌دهم. من یک لیوان باشد اینجا پر از سم باشد و زهر باشد، من ندانم که این زهر است و بنوشم، خب آیا آن اثر رو خواهد داشت یا نخواهد داشت؟ البته که آن زهر اثر خود رو خواهد داشت، اما من که نمیدانستم، من نمیخواستم آن رو بخورم. آیا این که من نمیدانم این چگونه هست اثر وضعی او رو از بین میبرد؟ چون این نیست، اثر وضعی آن همچنان باقی است. بنابراین من ممکن است زهری رو به جای آب یا به جای شربت بنوشم و وقتی متوجه شوم که دیگر آن اثر وضعی خود رو قرار داده است.
قصه آتش دوزخ هم چنین است، یعنی ممکن است کسی نداند و نخواهد به آتش دوزخ برود، اما اثر وضعیش در او موجود است. ما وقتی دروغی میگوییم این یک اثر وضعی در عالم ملکوت دارد، این عکسش برمیگردد در عالم جبروت و همچنان در عوالم سیر میکند. هر کاری که من اینجا میکنم، البته چون جهان ناسوت کوچکتر است، در آن جهان دیگر که بسیار عظیمتر است وسعت پیدا میکند، همچنان که زمانی که در اینجا داریم در آن زمان بسیار وسعت پیدا میکند. در معراج پیامبر شنیده این که پیغمبر وقتی به معراج تشریف بردند، در روایات صحیح فرمودند که من رفتم و همه عوالم رو گردیدم، وقتی برگشتم، وقتی داشتم عروج جسمانی میکردم، پایم به کوزه‌ای خورده بود و افتاده بود پایین، و وقتی که برگشتم هنوز آن کوزه در حال افتادن بود. یعنی در حالی که ما معراج رو ببینیم، آن جاهایی که حضرت رفته اند و گشته اند و گزارشاتی که خود از آن عالم ملکوت میدهند بسیار عظیم است. یک ثانیه این جهان در آنجا چند روز است، و همچنین است چند روز عالم ملکوت در عالم جبروت بسیار عظیمتر و عمیقتر خواهد بود. همچنین است آنچه که ما در این عالم خیال متصل به آن میپردازیم نسبت به عالم خیال منفصل همین حالت رو دارد. این خیال متصل در اینجا بسیار اندک است، اما وقتی در عالم خیال منفصل وارد می شود بسیار عمیق می شود و چند هزار برابر و شاید بیشتر بشود. در قرآن آیه زیبایی هست، می فرماید که الذین یأکلون مال الیتاما، آنان که مال یتیمان رو می خورند، ما یأکلون فی بطونهم الا النار، اینها در شکمهایشان نمیخورند جز آتش. پس کسی که مال یتیمی را خورد، اثر وضعی آن این است که این مال یتیم در درون او تبدیل به آتش میشود و او امعا و احشاء او را خواهد سوزاند، همان که در آیات قرآن وجود دارد. این که در اینجا اگر یک آتش کوچکی بود، در آنجا به آتش بزرگتری تبدیل خواهد شد. عرض کردیم یک ثانیه اینجا چندین سال است در آن دنیا، یک جرقه این عالم می تواند آتش های فراوان باشد که وقود هن ناس و الحجار و عدت للکافرین. این که سوخت آن انسان ها و سنگ ها هستند. چرا سنگ رو در کنار انسان قرار داد؟ به خاطر اینکه بگوید که این آتش از جنس آتش های زمینی نیست. آتش های زمینی سوزانندگیشان در حد معینی است، در آن جهان این سوزانندگی هم افزایش پیدا می کند، همه چیز به حقیقت خود نزدیک می شود در آن جهان. آتش که در اینجا سایه آن آتش است، ببینید آتش حقیقی در آنجا چیست. و این همه ما را حذر دادن از این باب است که به ما گفتند که مراقب باشید که این اثر وضعی دارد، مال یتیم نخورید، چرا که تبدیل به آتش می شود. و در قرآن هست که تمامی وجود شما را آتش میزند. وقتی که آتش زد، بر روی آن پوست شما پوست دیگری میروید و بعد دوباره همچنین اتفاق میفتد. یعنی چه؟ یعنی این که ارحم الراحمین بودن خداوند به این است که ما را هدایت میکند، به ما میگوید که ای انسان بدان، اگر ممکن است تو جاذبه رو ندانی، جاذبه رو نشناسی، از بالای یک برج مثلا 40 طبقه خودت را بیندازی پایین، اثر وضعی افتادن از برج 40 طبقه چیست؟ خب اساسا کسی که جاذبه رو نمیشناسه و جاذبه رو قبول نمی‌کند، اما آیا بیفتد وضعیت اون و اثر وضعی آن قابل انکار است؟ اثر وضعی دارد. به یک کسی بگوییم شما این کار رو نکن، چون جاذبه شما رو با سرعت خواهد کشانید و شما رو متلاشی خواهد کرد، ولی این باور نمی کند، می گوید جاذبه ای وجود ندارد. خب اکنون اگر این بگوید جاذبه ای وجود ندارد و بیفتد، آیا چگونه خواهد شد؟ این از بین نخواهد رفت؟ طبیعی است که این اثر وضعی آن است، هرچند که قبول نداشته باشد.
ما معاد رو قبول نداشته باشیم، بگوییم اینها همه چیزهایی است که برای ترساندن ما آمده است. فویرباخ گفت که، آن دانشمند آلمانی گفت که این مذاهب محصول ترس انسان هستند. انسان‌ها چون می‌ترسند از یک پدر بزرگ، از یک پدری که قاهر است، این انسان‌ها رو ترساندن و اینها رو به سمت مذهب کشیدن. خب جواب‌های طولانی از زمانی که حدود 250 چند سال پیش که این سخنان رو گفته، جواب‌های فراوانی هم در الهیات مسیحی دن، هم در الهیات اسلامی به اینها دادن، وارد اون مقوله نمی‌شویم. ولی این که ارحم الراحمین بودن خداوند به همین ترساندن اوست که بترساند از اثر وضعی که دارد. به یک کودک میگوییم که دست به این نزن، آتش است و ممکن است بسوزاند، گوش نمی کند. خب ما در آنجا داریم شفقت میکنیم، این اثر وضعی عالم است. اگر دست این بچه به آب جوش متصل شود، آب جوش با او تماس پیدا کند، دست این بچه خواهد سوخت، متوجه نمی شود و قبول نمی کند و به قول سعدی بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش. که دیگه وقتی گوش نمی کنه، بذار یک بار تجربه کنه بفهمه که قصه چیست. آیا این پدر و مادر دوست دارد که دست او سوخته شود؟ نه، دوست ندارد. اما اگر همچنین کرد، این اثر وضعی است که دارد. آنچه که در عوالم قرآنی بیان شده است در مورد وجود آتش و دوزخ و اینها، همه اثرات وضعی است. این که اگر شما به کسی تهمتی زدید، آتشی در دل او قرار دادید، تا زمانی که او به یاد سخن شما می افتد دلش می سوزد، آن آتشی است که شما وضع کردید، نهادید برای آخرت خودتان. دل کسی را شکستید، نتیجهش آتش است که در آنجا باید این رو توجه بکنید. چون این نیست که ما بپنداریم که مثلا خداوند آمده است و آتشی برای ما فراهم می کند. نه، خداوند قوانینی در این جهان قرار داده است. اگر کسی به قانون جاذبه بی توجهی کند و خود را از بالا به پایین پرتاب کند، و ما چه می توانیم بگوییم؟ آیا می توانیم بگوییم خدایا چه ارحم الراحمینی هستی؟ تو این جاذبه رو یک لحظه موقتا نمی توانستی که نگه داری؟ خب قوانین خداوند که استثناء بردار نیست. انسان‌های بزرگ با این زهرها به شهادت رسیدند، حضرات امامان ما با این زهرها به شهادت رسیدند. این اثر وضعی این زهر است که انسان رو می‌کشد، انسان رو به حالت دیگری در می‌آورد. آیا این‌هایی که وجود دارد در جهان همان اثرات وضعی هستند که ما در جهان با آنها مواجه هستیم؟ منتها ما در بررسی اون و در دریافت واقعیت‌های اون و در تحلیل مناسب و علمی آن در می‌مانیم. ولی خب در مسائل علمی شما مستحضرید که می‌بینیم که چه اتفاقی می‌افتد. برندگی یک چیز برنده، برندگی یک فولاد. خب من نمی‌خواستم مثلا این کشته شود، ولی دستم خورد، هل داد یک کسی و چاقو در دست من به شکم کسی اصابت کرد و مرد. خب این قانون طبیعت است که این بافت انسانی ملائم و متلائم نیست با این شیء سخت، و اگر چون اتفاقی بیفتد این خواهد بود. آیا ما می‌توانیم بگوییم که این اشتباه خداست که این آهن رو آفرید؟ چرا آهن رو آفرید که چنین شود؟ چرا این هم انسان؟ خب اینها یک امور رایج است، امور علمی است که اتفاق خواهد افتاد. این علم مربوط به علم فیزیک و شیمی و شرایط معادل آن هست در اینجا. همان شرایط در همان جا وجود دارد. همچنان که زوایای داخلی یک مثلث 180 درجه است، به همین قطعیت، به همان قطعیت اگر انسان دل کسی رو شکست، باید مکافات بده و در آنجا آتش خواهد دید. خب این کجایش دیگر با ارحم الراحمین بودن خداوند منافات دارد؟ خداوند اینها رو قرار داده است، ناموس‌های الهی است، اینها نوامیس الهی هستند، اینها قانونمندی‌های
حضرت حق متعال هستند. این قانونمندی ها چه فیزیکی، چه شیمیایی، چه ریاضی، چه منطقی، چه فلسفی، این قانونمندی های حقوقی و تمامی قانونمندی ها رو خداوند در این جهان قرار داده است و هر کس بر اساس این قانونمندی ها میتواند رفتار کند. اگر مناسب بود و ملائم بود، همراه بود با آن قانونمندی ها، آن وقت نتیجه های مثبت خواهد دید و اگر نبود که چیز دیگری خواهد بود. میگن اگر کسی رو انسان شاد کند، در روایت هست یک قلب یک نفر رو شاد کنید، یک درخت از نوع بسیار زیبایش در بهشت به شما خواهند داد. خب این اثر خاصی است. ما برای اینکه اینها رو درک کنیم باید در محتوا و در درون عالم ملکوت یه مقدار بیشتر اطلاعات داشته باشیم. باید البته شهود داشته باشیم، فقط اطلاعات فعلی کافی نیست. انسان اگر از عالم ملکوت خبردار باشد میفهمد وقتی که دل یک کسی را به دست آورد، یک کسی را خوشحال کرد، شاد کرد، آن وقت چه درخت های زیبایی این به شکل آن انجام می شود. این خوشحال شدن در این جهان، خوشحال کردن دیگری، دست نوازش کشیدن. از پیغمبر روایتی هست که هر کس دست نوازشی بر سر یتیمی بکشد و اندازه موهایی که از زیر دست او رها می شود برای او در بهشت درخت است. خب این یعنی اثر وضعی که در اینجا دارد، در این جهان دارد، در آنجا تبدیل به چه می شود؟ تبدیل به درخت های زیبا می شود. اینقدر این مسئله اهمیت دارد، اینقدر شاد کردن مؤمنین و ادخال السرور فی قلب المؤمن ارزشمند است. کسی آمده بود و مؤمنان رو میخندان در مسجد. آمدن یکی تا گفتن آقا از نماز و روزه و حتی جهاد بگو، اینها چیست؟ پیغمبر فرمود ایشان ادخال و سرور فی قلب المؤمن میکند. من باغهایی را میبانم که به واسطه لب آوردن لبخند بر لب مؤمنان برای این شخص قرار داده میشود. این اثرات وضعی است. آنقدر ما روایت از این باب داریم که هزاران هزار روایت ما در این خصوص داریم و به آن توجه نشده است معلصف، و همه به شکل خاصی که به شکلی بیان شده است که انسان فکر کند که خداوند آنجا ایستاده است تا ما را شکنجه کند. خداوند شکنجهگر نیست، خداوند ارحم الراحمین است. خداوند ارحم الراحمین بودنش به این است که ما را از آن نسبت‌های وضعی، نسبت‌های فعلی، نسبت‌های عملی آگاه می‌کند. من بحث رو به درازا نکشانم. این که خواستم یک به هر حال یک توجه، یک اشاره بکنیم به این قضیه. چون این نیست که خداوند آنها رو آتش بیافرند. نه، آتشی که در آنجا هست و هست البته، آن در دیدگاه ما هست، در فکر ما هست، در اعمال ما هست، در افعال ما هست. من میتوانم در آنجا آتش بیافروزم، وقتی که مردم در آن آتش داخل شوم. ادخلوها، یه جایی هست ادخلوها به سلام آمنین، من میتوانم بهشت بسازم در آنجا با رفتارم، با خوبی، با نیکی، با محبت به خلق الله که خیلی توصیه شده است، عشق ورزیدن به تمامی انسان ها، عشق ورزیدن به حیوانات، عشق ورزیدن به گیاهان، عشق ورزیدن به اشیا، من می توانم با این برای خودم بهشتی بسازم. و جالب است در بعضی روایت ها من دیدم که آنها هم جان دارند. یعنی مثلا آن درختی هم که در آنجا هست، حالا این یک مقدار بحث دیگری است، آن درختی که آنجا هست سایش رو خود به خود می آید و می افکند بر سر من. آن هم آنجا هوشیار است، آتش هم هوشیار است، جهنم و دوزخ خود هوشیار است، هوشیار است و کاملا معقول است، منطقی است. پیغمبر اسلام برای تمامی وسایل شخصی خود چون احترام قائل بود اسمی گذاشت. پیغمبر برای عصایش، عصای ممشاد اسم دارد، پیغمبر برای کفشهایش اسم می گذاشت، هویت براشون قائل بود، ارزش براشون قائل بود، کفش رو پرت نمی کرد، می گفت این هم شعور دارد، این هم می فهمد. برای کفشهایش، برای استر و برای اولاغ و برای اسبش اسم می گذاشت. یعنی به اینها شخصیت و هویت حقیقی و انسانی می داد. یعنی همه اینها
جان من هستن، همین ها رو من دوست می‌دارم. از این جهت است که اتلاف اشیا، خراب کردن وسائل مذمت شده است، به خاطر اینکه آنها هم حس دارن. اگر من تصور کنم این گل‌های زیبا بدون درکن، بدون اینکه بفهمن اینجا هستن، من واقعا خودم باید در درک خود تجدید نظر بکنم. اینها همه آن سخنانی که گفته می‌شود می‌فهمند، اینها درک می‌کنند. شما امتحان کنید به اینها سخنان خوب بگویید، اینها زیباتر خواهند شد. سخنان بد بگویید، این گلها پژمرده‌تر خواهند شد. و حقیقت قصه این است، آیا این در و دیوار، آنجا که گفتند در و دیوار گواهی خواهند داد، در روایات ما هست؟ مگر چنین نیست؟ اکنون ثابت شده است که تمامی اعمال ما به شکل امواج می رود و در بین این مولکول‌های اینها، در اتم‌های اینها، اشیا در آنجا ساکن می شود. هیچ وقت یک میزی که در اینجا هست با میزی که در جای دیگر است یکی نیستند، چون در اینجا امواج خاصی را گرفته است و در جای دیگر اینها رو در دانشمندان فیزیک کوانتوم میگن، سخن ما نیست، ما فقط نقل قول داریم میکنیم. اینها رو گفتن که هر چه که هست اینها رو حساب میکنن. یعنی شما یک تکه از این سقف رو بردارید، او تمامی آنچه که در این امواجی که بوده است همین امواج رو دارد در خودش، و حال مانده است که ما بتوانیم آیا او رو استخراج بکنیم، بتوانیم از نظر علمی او رو بازیابی بکنیم. این تراشه هایی که هست، این کیت هایی که هست از نظر الکترونیکی، چه اتفاقی میفتد؟ همان اتفاق است. رفته رفته بشر پیشرفت میکند تا جایی که میتواند چندین میلیون ترابایت رو بتواند در نوک یک سوزن مثلا ذخیره سازی کند. مگر ممکن نیست؟ خواهد شد، زیادم دور نیست، شاید 15-20 سال بعد به این برسیم. و همه این چیزهایی که گفته شده است واقعا محقق خواهد شد. خوشبختانه اکنون ما در عالمی هستیم، در دوران علمی هستیم در جهان، که همه آنچه که مذاهب و ادیان، مسیحیت و اسلام و دیگران گفتند، همه اینها با روش‌های علمی قابل اثبات است، و آنهایی که علمانی می‌اندیشند اینها رو می‌توانند درک بکنند. بنابراین همه آن اعمالی که ما در اینجا انجام می‌دهیم موجی در این جهان ایجاد می‌کند. این موج در آنجا تبدیل به چیز دیگری می‌شود، همان اثر پروانه ای، همان که پروانه ای مشهور است، همه میدانید، پروانه ای در مثلا در بالای اقیانوس آرام پر بزند، ممکن است اثر آن و رزونانس آن موجب شود که در اقیانوس اطلس طوفانی به پا شود. چه کسی چه میداند؟ این هم سخن ما نیست، سخن دانشمندان است. چگونه است که اثر پروانه ای و آنچه که یک پروانه از خود به جای می‌گذارد در این جهان موجب طوفان شود، ولی اثر من در شکستن دل یک انسان دیگر او اثر وضعی نداشته باشد؟ چگونه ممکن است؟ البته دارد. من قاصرم از فهم و درک آن. همچنان که وقتی یک طوفان رو می‌بینیم نمی‌دانیم که در اثر کدام بال پروانه و بال زدن پروانه بوده است. و همچنین است تا باقی مسائل. یک بحثی هم که مولانا اینجا بنا به شهودش و بنا به ادراکش بیان کرده است خیلی مسئله جالب و مهمی است، و ابن عربی هم به آن اشاره ای دارد، و جز این دو بزرگوار من کمتر دیدم که به این قضیه توجه بکنند. این است که تجسم اعمال و افعال البته روشن است، یعنی این جسمانیت پیدا می کند، عمل من و فعل من جسمانیت پیدا می کند. وقتی که من دست بر سر یتیم می کشم، این عمل من فعلانیتش، فعلیتش به این است که در آنجا برای من درخت‌هایی ایجاد شود، نتیجه مستقیم آن همان است. اثر پروانه‌یان آن است که در آنجا اتفاق دیگری می افتد. اما مولانا به چیز دیگری هم اشاره می‌کند، به احساس و عواطف و افکار هم توجه دارد. مولانا معتقد است که احساس شما، عواطف شما و رفتارهای احساسی شما هم تجسم عینی و تجسد عینی پیدا می‌کند.
و در این بحث به این خواهد پرداخت و میفرماید که آن چه شما می اندیشی ای برادر، تو همان اندیشه ای ما بقی خود استخوان و ریشه یا ما بقی را استخوان و ریشه ای همین است. میگه همه اندیشه هستی. انما الاعمال بالنیات، پیامبر فرمود که همه اعمال ها به نیت است، همه اعمال های انسان به نیت هاست. و در جای دیگر هست که ما الله لا ينظر به اعمالكم و افعالكم بل ينظر به میفرماید نگاه میکند به افکار شما، نگاه میکند به درون شما و نگاه میکند به آنچه که از درون شما گذشته است. ممکن است من نیت خوبی داشته باشم، بخواهم یکی را نجات دهم، اتفاقا برعکس شود. خب نتیجه این چه خواهد شد؟ نتیجه وضعی آن چه خواهد شد؟ آیا من به خاطر کشته شدن آن فرد معاقب میشوم یا به خاطر نیت خوبی که داشتم اجر میگیرم؟ خب همه علما گفتن که به خاطر نیت خوبت اجر میگیری، ماجور هستی. تو نظر خوبی بود، میخواستی به یک کسی آب بدهی از تشنگی برهانی، اتفاقا زهر بود و مرد. اکنون چه خواهد شد؟ اکنون قصه چیست؟ اگر به عمل نگاه کنیم این عمل من عمل مجرمانه هست، اما اگر به اندیشه و فکر نگاه کنم نه تنها به قول معروف جرم و جنایت نیست بلکه یک احسان است، من قصد احسان داشتم. بنابراین این که خداوند به اعمال شما نگاه نمی کند بلکه بل ینظر الی قلوبکم، به قلبهای شما می نگرد. خداوند قلبهای شما رو تحت نظر دارد. هر آنچه که از متقلبات و انقلاب قلبی در شما ایجاد می شود به همانها کار دارد. یکی را دیدم حسودی بر من غالب شد، حسد آمد. خب این هیچ نگفتم به به چقدر زیباست، آفرین، درون من حسد، در بیرون دارم تعریفش میکنم. خب عمل من این است و درون من آن است. خب کدام اتفاق خواهد افتاد؟ البته ینظر الی قلوبکم، به فعل شما نگاه نمی کند، به قلب شما نگاه می کند. از این جهت است که این قلب سلیم الا من اتى الله بقلب سلیم هست، که انسان همه چیز را رها کند و با قلب سلیم به سمت خداوند بیاید، آن نجات است، آن راه نجات است. راه نجات است هم در خصوص این مسائل وضعی و هم در خصوص مسائل غیر وضعی و آنچه که علی الظاهر اتفاق می افتد. از اینکه وقتتون رو گرفتم عذر می خوام، به نظرم می رسید که این نکته مهمی باشد و با اینکه پراکنده سخن گفتیم، از هر دری سخن گفتیم، ولی منظور این است که آن اثرات وضعی که در اعمال و افکار ما و به خصوص در فکر ما اتفاق می افتد آن است که در جهان دیگر ما با اون رفتار می کنیم، او رو مشاهده می کنیم، او رو درک می کنیم و همه آن بر سر ما خواهد آمد و هیچ ربطی هم به خداوند ندارد. از یک جهت این سوختن ما ربطی به خداوند ندارد، همچنان که رفتن ما در بهشت هم ربطی به خداوند ندارد به شکل خاص. از این جهت که آفریننده بهشت و جهنم خداست، البته مربوط است. از آن جهت که ما به توحید افعالی معتقدیم و خدا رو هم مضل میدانیم هم هادی میدانیم، از آن جهت مرتبط است. اما از آن جهت که او باعث شده است، نه، خداوند در آن قسمتی که در آن اختیار جزئی که به ما داده است، در آنجا از ما حساب کشی دارد. در آن اختیار جزئی، آن اثر وضعی که در اثر اعمال اختیاری که جزئی هم هست در ما اتفاق میفتد، اون موجب حشر و نشر و موجب عذاب و عقاب و ثواب است و همه اینهاست که میتواند انسان رو راهنمایی و هدایت کند. ارحم الراحمین بودن خداوند هم دقیقا به همین معناست که ما رو از وضعیت آگاه کرده است. فرموده است ای انسان، اگر از بالای یک برج 40 طبقه خود را بیاندازی خواهی مرد. این رو به ما آگاه داد. انبیا آمدند، اوصیا، اولیا آمدند اینها رو به ما بگن.
این همه سختی کشیدن، رنج بردن که اینها رو بگن، به ما آثار وضعی اعمال خودمون رو تذکر بدن، بگن که ای انسان اگر چنین کنی چنان خواهی شد، حال اگر من گوش کنم که فبه المراد، اگر گوش نکنم در آن صورت است که دیگر این شخص خودش باید پاسخگو باشد، هر چه که بیاید از آن قواعدی است و از آن قاعده مندی های سترگ و عظیمی است که خداوند در این جهان و در نهاد جهان قرار داده است. خب حشر خلایق بر صورت اعمالشان خواهد بود. انسان به عملی که می کند، و البته اون رو هم در نظر بگیریم که آن فکری هم که می کند او هم در روز قیامت روشن می شود، یوم تبل السرائر، آن روزی که سرها و سریرها و مخفیها آشکار می شود. همه ما می فهمیم که وقتی همدیگر را دیدیم چگونه نسبت به همدیگر اندیشیدیم، چگونه نسبت به هم فکر کردیم. یکی ممکن است که غیبت ظاهری بکند، در میان دیگران از یکی بدگویی کند، یا اصلا بدگویی نکند، با نشان سر و چشم و بدن مثلا نشان دهد که این بله مثلا این هم فلان است و چگونه هست. اما همه اینها روشن است، آشکار است، در بیرون دیده می شود. اما وقتی که انسان در ذهن خود یک چیزی را تصور می کند، خوب یا بد، نتیجه اون رو خواهد دید و هیچ کدام از اینها هم قابل برگشت نیست، و همچنان که خوردن زهر قابل برگشت نیست، افتادن از بلندی قابل برگشت نیست. خداوند به خاطر بیعقلی یک نفر که خودش رو از بلندی پرتاب کرده است به پایین، خداوند قواعد و قوانین مطلق خود رو تعطیل نمی کند. من یه جاهایی رو تعطیل می کند، مانند قصه حضرت مثلا ابراهیم علیه السلام، مانند قصه های دیگری که وجود دارد، مانند قصه حضرت مریم، مانند قصه حضرت زکریا، که اون قوانین رو خود عوض می کند تا نشان بدهد که فکر نکنید که همه این اعمال از جانب شماست، و اینکه ترک استثناء نباید کرد در آن قصه بسیار زیبا و اولین قصه مثنوی شریف که قصه پادشاه و کنیزک است و همه اون رو خوانده اید و میدانید. در آنجا وقتی که طبیبان که میآیند میگویند هر یکی از ما مسیح عالمی است، میگه هر کدوم از ما مسیح عالم هستیم، ما میتوانیم این کنیزک رو که مریض شده است او رو شفا بدهیم. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام سختی میفزود. روغن بادام رو میدن که این یه مقدار تسهیل بشه این مثلا معده این شخص، برعکس شد و سرکنگبین هم که میدادن تا جلوی صفرا رو بگیرد، صفرا رو افزایش داد. خدا میخواهد بگوید که ما بعضی وقتا باید عجز بشر رو ما مشخص کنیم. این بشر فکر نکند که مطلق الانان است، بداند که آن اثری که در روغن بادام داده ایم، آن اثر رو ما می دهیم، ما داده ایم. بنابراین خیلی از ورود خودش فراتر نرود، این رو بفهمد. اما آن اصولی که قرار داده است، آن اصول لایتغیر است، و همین اصول علمی است که اکنون دانشمندان جهان به همان اصول در آزمایشگاه ها، در لابراتوارها به آن میپردازن و میرسن. خب یک بحث دیگر هم قیامت دوگانه هست. یک قیامت صغرا داریم، یک قیامت کبرا که همه مستحضرید. قیامت صغرا با مرگ انسان آغاز میشود تا روز قیامت کبرا که آن قیامت اعظم است، قیامت بزرگ است. و خب قیامت صغرا چرا میگوین؟ قیامت اصغر چرا نگفتن؟ به خاطر تایی که در انتهای قیامت هست، به خاطر همین صغرا و کبرا گفتن، چون مؤنثه اینا رو صفتش رو مؤنث آوردن. قیامت صغرا و قیامت کبرا، پیغمبر فرمود من مات قامت قیامتو، هر کس که مرد، باز این اطلاع دادن ها، اطلاع دادن که مراقب باشید، وقتی که مردید
آن وقت قیامت شما آغاز می شود، آن وقت حساب و کتاب شما آغاز می شود. وقتی که انسان مرد، دقیقه قیامت صغرای آغاز می شود، یعنی شروع به مکافات گرفتن و مکافات دیدن می کند و در برزخ وارد می شود. برزخ چیست؟ برزخ حالت واسطه است میان این جهان، جهان ناسوت و جهان ملکوت که در بین این دو وجود دارد. و این برزخ یا محل، البته می دانید که بحث برزخ بحث مفصلی است، باید می توان ساعت ها راجع به سخن گفت. بحث برزخ در تمامی ادیان وجود دارد و مباحث خیلی جالب و زیبایی هم در مباحث دین شناسی مطرح کردند. اما در اینجا آنچه که به کار ما می آید این است که در برزخ ما دو نوع حالت داریم، یک دوزخ برزخی داریم، یک بهشت برزخی داریم. یعنی کسی که بلافاصله مرد، از همان زمان این مکافات او شروع می شود. این مکافات چگونه می تواند باشد؟ وقتی که انسان مرد، حقایق بر او آشکار می شود، پرده ها از جلوی چشم او کنار می رود، بعد می بیند که چه کار کرده است، نتایج اعمال خود رو می بیند. من اینجا دل کسی را شکستم، اینجا متوجه نشدم، ندانستم، 10 نفر بودند، با 9 نفرشان دست دادم، 10 رو ندیدم، متوجه نشدم، توجه نکردم. آن وقت پرده کنار می رود، آن صحنه می آید، آن یک نفر که احتمالاً من نوعی ندیده بودم، دلش رو شکسته بودم، احساس کرده که خدای نکرده به او بیتوجهی شده است، شخصیت او نادیده گرفته شده است، این قیامت من به پا شد. کار بسیار سخت است، کار بسیار عمیق است. آنهایی که از آن عالم سخنانی گفتند، آنانی که مشاهده دارند میدانند که یک دست بلند کردن چه مکافاتی دارد. تو که این دست رو بلند کردی، برای خدا بلند کردی یا برای اینکه مردم بگویند بله این چه آدم بزرگی است؟ برای چه این کارو کردی؟ به فلانی این طعنه رو زدی، متوجه نبودی، طعنه زدی، حالا بیا و نتایج برزخی او رو مشاهده کن. این آتشی که زدی در دل اون فرد بیچاره، بیا جوابش رو بده. به همین سادگی نیست که من متوجه نشدم، مثل اینکه شما بگویید من این زهر رو خوردم و متوجه نشدم. چه ربطی دارد؟ قانون قانون است. آن نیتی که بوده است، نیت ممکن است به داد انسان برسد، به درد انسان بخورد، اما واقعیت این است که بعد از اینکه این اثر وضعیش رو گذاشت، تازه اون می آید و ترمیم می کند این قصه رو. از اینکه من خیلی چیزها رو مشاهده نکردم، من خیلی چیزها رو بهش توجه نکردم، این همه دقت که در مورد امور و مسائل داشتن به خاطر این است. من همیشه به دوستانم توصیه می کنم، ما در دانشکده، معلم دانشکده حقوق هستیم، من همیشه به دوستانم توصیه می کنم که مراقب باشید قاضی نشوید. از دوستان من هستن، به اینها همیشه میگم مراقب باشید قاضی نشوید. یک بار هم نخواهید یک قضاوتی کردید، یکی را به 10 سال زندان محکوم کردید، آن 10 سال رو شما قادر نیستید واقعا در عالم وضع و در عالم آخرت شما پاسخگو باشید. آن 10 سال میدانید چه بلایی سر شما خواهد آورد، چه سختی بر شما وارد خواهد آمد. اصلا تمامی مسائل این چنین هست. انسان سعی کند که وارد حق الناس نشود، انسان سعی کند که واقعا به اینها توجه کند. لزومی ندارد مثلا من بیایم اینجا سخنی بگویم، بعد حرفی بزنم که دل 5 نفر بشکند، دست من بشکند، پای من بشکند، که نیایم اینجا که دل 5 نفر را بشکنم. این چه فایده ای دارد؟ چه نتیجه ای میتواند داشته باشد؟ این جز این که مرا بدبخت کنه، من نوعی رو بدبخت کنه، هیچ فایده ای ندارد. از این جهت هست که یک عده‌ای آمده اند و در جاهای دیگری سکونت گزیدند، از مردم دوری کردند که ضررشون به کسی نرسد. من این یک کاری هست بودایی انجام میدن، خیلی دوست میدارم این رو، خیلی برای من زیبا و عجیب است.
اینها کفش نمی پوشن عده‌ای از بودایی‌ها، لاماهایی که در تبت هستند و اینها کفش نمی پوشن که مبادا یک حیوان، چون اون طرف ها حیوان های کوچک ریز زیاده، مناطق گرمسیری هست غالبا، اینها یک جارو به دست می گیرن، این جارو می کنن، بعد با پای برهنه می رون که مبادا یک مورچه، یک حیوان کوچک زیر پایشان بماند. اینها می فهمند اثر وضعی کشته شدن یک مورچه، مورچه به دست انسان، به پای انسان، اینها می فهمند. من نمی فهمم و فکر می کنم که هیچ ایرادی نداره، چه اشکالی داره. مثلا یه احادیثی هم درست کردیم، اقتل الموزی قبل ایوزی، خیلی هم شکیل و زیبا، موزی رو بکشید قبل از اینکه اذیت کند. خب بعد موزی رو، هی موزی، عقرب موزیه، نمیدانم فلان موزیه، اصلا مثل اینکه وظیفه ما این است که این حشرات بیچاره رو معدوم کنیم. حقیقتا اینها بسیار امر مهمی است. همان بحث صلح کلی که داشتیم همان است، با همه جهان انسان عارف در صلح و نیکی و خوبی است، چون میداند، میفهمد اثرات وضعی که ممکن است اعمال او و افکار او بر این جهان بگذارد، میفهمد. آیا ما تصور میکنیم که فکری کردیم و رها شد؟ این فکر من هم تجسد پیدا میکند، تجسم پیدا میکند. مولانا مثال زیبایی میزند، میگه وقتی که یک مهندس آمد یک ساختمان رو ساخت، شما ساختمان رو نمیبینی ولی آن مهندس اون ساختمان رو میبیند، برافراشته شدهش رو میبیند، همه شما محاسبه کرده است، میفهمد، هنوز به وجود نیاورده اما در خیال خود او رو به وجود آورده است. آیا این خیال یک ساختمان که برای بهتر شدن امور انسان‌ها هست با خیال یک چاهی که برای دیگری میکنیم مساوی است؟ آیا این فکر من با آن فکر من یکی است؟ نه، البته یکی نیست. آن همان حفره رو که من در ذهنم برای دیگری در نظر گرفتم، من حفر بئر لاخی وقع فی، هر کس چاهی برای برادر خود بکند، خود البته در آن خواهد افتاد. این چاه چیست؟ ممکن است چاه ذهنی من باشد. بخواهم کسی را رسوا کنم، خب خودم رسوا خواهم شد. عیب کسی را بپوشانم، عیب مرا خواهند پوشانید. هر نیکی که در این جهان می کنم، این به خود من برخواهد گشت و هیچ راه دیگری وجود ندارد. اساس آن قانونمندی های عظیمی که خداوند متعال در این جهان به شکل سنن الهیه، این که می گوییم سنت الهی همین است، این سنت های الهی است، سنت های بیشمار الهی است که کارگزاران آن هم همین ملائک و فرشتگان هستند که آمده اند تا این سنن الهی رو در این جهان جاری و ساری بکنند. این سنت های الهی رو باید بشناسیم، اون رو قدر بدانیم و درک کنیم و سعی کنیم خارج از سنن الهی حرکتی نداشته باشیم. من مات فقط قامت قیامتو، هر کس مرد قیامت او قائم می شود، قیامت او شروع می شود از همان لحظه. بعد وقتی که قیامت کبرا بود، اگر چیزی مانده بود که هیچ، نمانده بود هم که همه عرصه ها مشخص است. این رو هم من بگویم که طبق تلقی که بنده دارم، طبق مطالعات فراوانی که کردم، توجه فراوانی که داشتم نسبت به این موضوع، قصه این است که وقتی که این از برزخ انسان بیرون آمد و در قیامت کبرا به هر چیزی که بود محکوم شد، حتی اگر در درکه پایین دوزخ باشد به خاطر اعمالش، نه اینکه خدا او رو به آنجا هدایت کند، نه، اعمال او باعث می شود او یک دفعه از آنجا سر در بیاورد. وقتی که بود درکه های جهنم و آن ناراحتی هایی که خواهد دید، آن سوختن ها، آن خوردن زقوم و نمیدانم خیلی چیزهای دیگر که در قرآن هست و حقیقت هست و آنها حکایت از همان عالم ملکوت دارن که ما این رو نمیبینیم و رحمت خداوند باعث شده که آنها رو به ما بگوید تا گرفتار آنها نشویم در اثر اعمال خود، کم کم این انسان در درکات جهنم به بالا خواهد رفت.
تا جایی که به جایی میرسد که بهش اعراف میگویند، یعنی اعراف جاییست بین دوزخ و بهشت که گفتن که از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. بعضیا میگه از دوزخیان بپرسی اعراف رو بهشت میدونن، بهشتی ها هم باشن اعراف رو جهنم میدانن، دوزخ میدانن. این اعراف که هست خیلی کلمات زیبایی است. اعراف یعنی شناخته ها، عرفان ها، درک ها، دریافت ها. این شناخته ها و دریافت ها در آنجا به گونه ای است که انسان میفهمد که چه بوده است، چه کرده است و این دوزخی که بوده است نتیجه اعمال خود بوده. و جالب است در هیچ جا ما نمیبینیم که این دوزخیان شکوه و شکایت کنند. دوزخیان با اینکه در آنجا مانده اند ولی هرگز شکایتی نمی کنند. چرا؟ چون میبینند که به خاطر کدام عمل چون این گرفتار شده اند و میفهمند و خود به خود انصاف میدهند که من این کار را کردم. خب نتیجه ذاتیش این هست. همچنان که ما چنین هستیم، یه کاری میکنیم، اشتباهی میکنیم، بعد بدبختی هایش رو که میکشیم میگیم خب تقصیر خودمه. اگر منصف باشیم در این جهان انصاف کم است، ولی در آنجا انصاف خیلی زیاد است. همه پرده ها و پوشش ها کنار میره، بعد من میگم خب نتیجه این بود، من گوش نکردم، چنین کاری کردم، حقمه. و هیچ کدام از دوزخیان به خدا اعتراض نمی کنند. خیلی جالبه، هیچ اعتراضی ندارند. چرا که آن رو مطابق با قانونمندی های خداوند می دانند. بعد اینها وارد درجه پایین بهشت می شوند، ارتقا پیدا می کنند. بدترین انسان ها هم از دوزخ رها خواهند شد. حال معلوم نیست بعد از چند مدت آن جهان و این جهان، چون معلوم است که باید خیلی زمان زیادی باشد، یک ثانیه اگر در اینجا آنجا مثلا چند هفته باشد، چند روز باشد، خب معلوم است که اتفاق چه خواهد بود. اما به هر حال اینها بالا خواهند رفت، باز رتبه اول بهشت، رتبه دوم، سوم، تا اینکه به درجه آخر که درجه گفتن شهدا و صدیقین است، از آنجا هم باز بالاتر خواهند رفت به اعلای لیگین. همان چرخه‌ای که بود، یعنی قوس نزول و صعودی که بحث کردیم، همان اتفاق خواهد افتاد. منتها برای یک عده سریع است این حرکت، برای یک عده که قانونمندی های رعایت نکردن، برای اینها بدعی است، دیر اتفاق می افتد. ولی همه انسان ها این سیر رو خواهند داشت که هیچ کس در دوزخ نخواهد ماند. و بحث این که خالدین فیها ابداً، بحثی که کردن در قرآن، خیلی ها گفتن از جمله حضرت علامه طباطبایی می فرمایند که این خالد و این ابد، ابد فلسفی نیست. ابد فلسفی یعنی این که هیچ وقت دیگر پایانی نداشته باشد. این رو اشتباه کردن بعضی ها با ابد فلسفی که ساخته مثلا 500-600 سال پیش است، این رو می آورن قرآن رو، قرآن 1400 سال پیش رو می آورن با معرفت 500-600 سال قبل مقایسه می کنن و این رو با او تطبیق می دهن که ابد یعنی این. نه، آن ازل و ابدی که در فلسفه هست و در عرفان هست غیر از آن ازل و ابدی است که در قرآن هست. چون در آن زمان اصلا فلسفه وجود نداشته که، فلسفه رو نساخته بودن، فلسفه رو از یونان آوردن، ما فلسفه نداشتیم که. در قرن دوم هجرت یک عده‌ای رفتن آثار افلاطون و ارسطو رو ترجمه کردن، آوردن وارد جهان اسلام کردن، کم کم بزرگ شد تا اینکه نوبت رسید به فارابی و ابن سینا. اینها آمدن این رو یه مقدار اسلامیزش کردن، دینیش کردن و بعد بحث کلام رو به وجود آوردن و مباحث دیگر رو به وجود آوردن. اینها همه اثر ترجمه هایی بوده است که بوده، والا نه ایران ما، نه اسلام ما هیچ کدام فلسفه ای نداشته است. این هم که میگویند فلسفه اسلامی، فلسفه اصلا اسلامی نیست. فلسفه اساسا نمیتواند اسلامی باشد. آن فلسفه یونانی است که آمده ایم ما اسلامیزش کردیم، رنگ و لعاب اسلام رو به او دادیم و اصول عقاید اسلامی رو به وسیله آن فلسفه ها، به وسیله قواعد منطقی و فلسفی اون ما اثبات کرده ایم، وگرنه آنچه که گفته می شود مسامحی است و ما چیزی به نام فلسفه اسلامی نداریم. و البته خیلی از چیزهای دیگر که
نام اسلام رو بر آن نهاده ایم، ولی اسلام از آنها ندارد. اسلام ارزش‌هایی رو مطرح کرده است برای ما، ارزش‌های کلی رو مطرح کرده است. اما اینکه ما بیاییم اینها رو علومی که از دیگران گرفتیم به اسلام نسبت بدهیم، این خلاف شرط سماحت علمی و مجاهده علمی است. خب بعد برازخ علویه یا سفلیه، علویه آنهایی که بالا هستن و سفلیه آنهایی که پایین هستن، در این برزخ ها خواهند بود. هر کس کار بدی که کرده است او رو میبیند و هر کس کار خوبی که کرده است در آن برزخ میبیند. اگر رها شد معلوم شد وضعیتش چیست، خب چه بهتر. اگر مربوط نشد که چیز دیگر. این نکته رو هم بگیم که از نظر عرفا آن زجری که انسانها در این جهان میبینند و حتی معاقبه‌ای که میشوند، کسی کسی را کشته است. وقتی کشت، در آن صورت او رو به جرم آن کشتن آن شخص میکشند. دیگر این به آن به قول معروف دیگه دفع شد، تمام شد. و دیگر او به خاطر کشتن یک شخص دیگر محاکمه و مجازات نخواهد شد. اون اثر وضعی او به واسطه این قصاص، به واسطه آن اثر از او رفع شد. و قصاص و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الابصار یعنی چه؟ میگن آخه بابا قصاص یعنی که شما آدم رو بکشی، این کجاش حیاته؟ شما میکشی فرد مقابل رو، این چگونه حیاتی است؟ حیات به این شکل است که این اثر وضعی این مرگ رو قصاص در همین جهان تاوانش رو پس میدهد. اثر به قیامت نمیماند، اثر به بعد از آن نمیماند که چند برابر شود، چند هزار برابر شود. در همین جا یک ثانیه در برابر یک ثانیه، النفس به نفس، نفس در برابر نفس، چون در این جهان است. اما اگر این قصاص نشود، کسی را کشته است قصاص نشود، وقتی که ماند در عالم دیگر، حساب او با کرام الکاتبین است. کارش بسیار بسیار سخت خواهد بود و هزاران هزار بار کشته خواهد شد و زنده خواهد شد تا اینکه اثرات وضعی آن در آن عالم به ظهور برسد. پس هرچه که ما در جهان داریم تجسد اعمال جسد، یعنی تجسم جسمانیت پیدا می کند و تجسد و جسدانیت پیدا می کند. این جسد می شود، جسد یعنی دیده می شود، جلوی روی انسان ها این دیده می شود. این انبعاث است، یعنی مبعوث شدن خود به خود، بعثت و برانگیخته شدن در وجود او. پس از موت طبیعی به سوی حیات در یکی از برازخ علوی یا سلوی به حسب حال میت، این مرده، این شخصی که مرده است بر اساس او این انجام می شود. کما تعیشون تموتون، پیغمبر فرمود که چنانچه زندگی می کنید همچنان می میرید. انسان نمی تواند بد بمیرد و بد زندگی کند و خوب بمیرد، یا به قول معروف خوب زندگی کند و بد بمیرد. هر کس زندگیش، چون مردن نیست که، زندگیش ادامه زندگی قبلی هست، زندگی بعدی ادامه زندگی قبلی است. بنابراین همانطور که شما زندگی میکنید میمیرید و چنانچه میمیرید مبعوث میشوید، برانگیخته میشوید. و در حدیث دیگر فرموده است که یحشر عشرة اصناف من امتی، محشور میشوند، جمع میشوند، عشرة اصناف، ده صنف، ده گونه از امت من، بعضهم، بعضی ها علی صورت القرده، بعضی ها به صورت میمون هستند، چون زندگیشان اینجا میمونی بوده است، آنجا هم بایستی وجودشان میمونی باشد. و بعضهم علی صورت خنازیر، خنازیر جمع خنزیر است، معنای خوک، در اینجا زندگیشان خوکی بوده است، آنجا هم باید خوکی باشند. در خوک چه توجهی دارد؟ فقط میخورد و میخوابد و گشنه میکند و دیگر هیچ. خب انسانهایی هم که در این جهان میخورند و میخوابند و با دیگران کاری ندارند و به قول معروف میخورند و میخوابند و ازدواج میکنند و بعد میمیرند، اینها هم همان خصلت دیگر. در تربیت نفس خود نمیکوشند، در خیر و نیکی به دیگران
دست اندازی نمی کنند و همه این چیزهایی که هست. و ما اتفاقا این آدم ها رو در فرهنگ ما آدم های خوب می دانیم. بابا کاری نکرد که اومد بیچاره کار کرد، بعد ازدواج کرد، زن و بچهش رو به هر حال پرورش داد و رفت. پس این معرفت ها رو کجا کسب کرد؟ آن چیزهای عظیمی که در این جهان بوده است، اینها رو چه کار کرد؟ خب مثل همان این شخص مانند گاوی که از آخر می آید بیرون، می خورد و بعد می رود و بچه به دنیا می آورد، بچهش رو شیر می دهد و بزرگ می کند، مثل آن گاو است دیگر. خب این گاو رو ما نمی خواهیم به گاو اهانت کنیم، گاو نسبت به حالا بنده نوعی و حالا افراد دیگر بسیار عظیم است، چرا که او گناه نمی کند، او کار بد نمی کند، او غیبت نمی کند، او تهمت نمی زند، او دل گاو دیگر رو نمی شکند، او گاو دیگر رو نمی کشد، او هیچ کدام از کارهایی که من انجام می دهم رو انجام نمی دهد. او کارش، ولی اگر واقعا برای خودمان آن شأن انسانیت رو قائل هستیم، باید بدانیم که آنچنان چه زندگی می کنیم، مثل خروس زندگی کنیم، مثل خروس متعلق همه خصوصیاتی دارن، مثل طاووس هی خودمون رو نشان بدهیم، در اونجا به شکل طاووس محشور خواهیم شد. هر کاری که اینجا انجام می دهیم همچنان خواهیم بود. خیلی زیباست، کما تعیشونه تموتون، خیلی زیباست. آنچنان که زندگی می کنید می میرید. اگر خوب زندگی کردید، زیبا زندگی کردید، در آنجا زیبا می میرید. زیبا مردن خود خیلی مهم است. این زیباترین مرگ مثلا شهادت است. انسانی که زیبا زندگی کند می تواند به زیباترین مرگ برسد، ولی کسی که در این جهان زیبا زندگی نکرده است، خب بعید است که در آن جهان هم زیبا باشد. این همه دلالت می کند که حشر بر صور اعمال و افعال هر کسی باشد. عمل من مصور می شود، مجسم می شود، مجسد می شود، یعنی جسمانیت پیدا می کند، جسد پیدا می کند. من اینجا نمی بینم این رو، من در این جهان نمی بینم، چون چشم برزخی من در این جهان باز نشده است. اما آنهایی که چشم برزخشان باز است می فهمند که چه می کنند، می فهمند. و آن فرد گفت که رفته بودم مکه، ناگهان 40 روز بود که نمازی خاصی می‌خواندم که بعد از آن خداوند حقایق رو بر من مکشوف کند. یکی از علمای بزرگ امامیه هست، میگه رفتم عرفات بودم، در عرفات در چادر تنها بودم، حالی به من رو داد، من آمدم بیرون، حاجی ها رو دیدم. گفت چه حاجی؟ یک عده خوک بودن، یک عده میمون بودن، یک عده گاو بودن، یک عده سگ بودن، حیوانات. میگه صحرای عرفات پر از حیوانات بود، فقط یک نفر رو دیدم که شکل انسان بود، آن هم شیخ جعفری بود، جعفر نامی بود که آمده بود تا کفشهای زائران رو نگهداری کنی، نه وقتی میخواستن برن حرم، و نظافت زائران رو بر عهده بگیر. فقط این بود. رفتم پیشش، میگه من ترسیدم، آمدم داخل، این همه غوغا، این همه مسائل، این همه خنزیر، در کجا؟ در عرفات، در جای مقدس، این چگونه اونجا؟ آمدم گفتم خدایا اشتباه کردم، این بصیرت رو از من بگیر. خیلی از بزرگان میشناسم اونها رو که دعایشان هر روز این است که بصیرت رو از ما بگیر، میشناسمشان، میگویند که خداوند داد بصیرت رو از ما بگیر، اگر چهره حقیقی من رو ببیند چه خواهد گفت، چه اتفاقی خواهد افتاد. بعد میگوید آمدم تو، بعدن که این قضیه رفع شد، آمدم به اون، به آن جعفر آقا گفتم تو چه کار کردی؟ گفت چی؟ من هیچ کاری نکردم. گفتم نه، باید بگی، من میدونم تو آدم معمولی نیستی. میگه هیچی، من یک کفش دوز هستم، یک پینه دوز هستم، کفش دوزم، 10 سال است که پول جمع می کنم، پول جمع می کردم که بیایم مکه. هر دفعه یک همسایه داشتیم، می دیدم او
بی بضاعت است، پول مکه رو میدادم به او. 10 سال من این کار رو کردم تا اینکه یک روز در خواب دیدم که خدای آخه من عشق کعبه دارم، عشق مکه دارم، من رو گفت یک بنده ای رو میفرستم. یک کسی آمد گفت که حاج فلان کس، گفت من هنوز حج نرفتم، من چه حجی؟ گفت که نه شما باید بیایی، حاضری با من با کاروان بیایی و کار کنی با من؟ گفتم بله. گفت من دیشب خوابی دیدم که مجبورم تو رو ببرم، همه هزینه هات به عهده من، بیا بریم اونجا. و امروز آمدم و اینجا کارم هم ردیف کردن کفش های زائران و خدمت کردن به اونهاست. این تجسد اعمال، تجسد افراد، تجسد اشخاص، اینها حقیقتی است. اما ما که از عالم ملکوت بی بهره هستیم، در سایه آن عالم میزیم ولی از او بی خبر هستیم، اطلاعمان نیست و نمیدانیم. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، این که قرآن فرمود که در صور دمیده میشود و فتأتون افواجا، این صور هم چیست؟ یک عده آمدن گفتن که مثلا این سمبولیک است. چه سمبولیکی؟ سمبول اصلا مفهومش چیز دیگری است. این که واقعا در عالم ملکوت سوری هست که در آن دمیده میشود و همه انسان ها اون سور رو میشنوند، این یک امر ملکوتی است، از عالم ملکوت است. فتأتون افواجا، شما فوج فوج میآیید و همه تکه تکه میآیید. مؤید این حال باشد، یعنی هر تخم که بکارند همان برآید و همان بردارند. وقت محشر هر عرض را صورتی است، صورت هر یک عرض را نوبتی است. خب بحث کردیم این رو، عرض هایی که بوده است، این عرض ها از چه زایند است؟ صورت این عرض هایی که در این جهان به وجود می آیند از چه چیزی به وجود می آیند؟ از صورت ها، صورت هایی که ما خود ساختیم، یا صورت های ذهنی ما هست یا صورت اعمال ما هست که به شکل واقعی خود رو نشان می دهد. هر عمل من یک صورتی دارد، یک چهره ای دارد. مشهور است که می گویند که داشتم می رفتم یک جایی، از بزرگان در قبر بوده است، گفت که دیدم دو جوان خیلی خوشرو از قبر برخواستن آمدن این طرف. سخن گفتیم که چرا اینها که بودن؟ پرسیدیم، گفتن که اینها دو سوره یاسین و الرحمن بودن که تو اینها رو از حفظ داشتی، وقتی که مردی دیگه از یادت رفته بود، اینها دیگه اثر وضعیش اینه دیگه، وقتی بودند با تو در آن دوزخ بودن، در آن قبر بودن، در آن جا بودن، در مدفنت بودن، ولی وقتی از یاد بردی صورت ذهنیه دیگه، صورت عینی و صورت حقیقیه. این سوره به این شکله. صور اعمال یعنی این، تجسم یعنی این، یعنی جسمانیت پیدا میکند. هر کاری که ما انجام میدهیم، باور بفرمایید که هر کاری که ما انجام میدهیم آن یک شکلی و صورتی پیدا میکند. این بر اساس آن صورتش خوب است یا بد است. همچنان که عزرائیل رو هر کسی به شکلی میبیند، به شکل اعمال خود میبیند. عده‌ای خیلی خوب میبینند، عده‌ای بد میبینند. این عرضها از چه زایند از صور، این صورها از چه زایند از فکر، اینها از چه میزایند از فکرها، همان اندیشه‌هایی که بحث کردیم. دیگر همه اینها رو ما توضیح دادیم، من روش رو میخونم، وقتتون رو نگیرم. این جهان یک فکر توست از عقل کل، همه این جهان یک فکر تو هست. عقل کل شاه هست و صورت ها رسول، عقل کل آن شاه کل است و صورت ها رسولان آن شاه هستند، رسولان و فرستادگان آن شاه هستند که آمدن به ما بگویند که اگر چنین کنی در این صورت خواهی بود، میخواهند به ما بفهمانند. عالم اول جهان امتحان، این عالم جهان امتحان است. عالم ثانی جزای این و آن. خب عالم دوم هم که همان عالم قیامت باشد، جزای حقیقی و وضعی این و آن هست. سیرتی کان بر وجودت غالب است، هم بر آن تصویر حشرت واجب است. وقتی که سیرت تو، سریرت تو، درون تو یک چهره غالب دارد، این هم خیلی مهمه، یک دقیقه وقت رو بگیرم. این که سیرت ما اعمال زیادی انجام می دهیم،
ولی برایند این اعمال چه خواهد شد؟ شما تصور بفرمایید که همه این میلیون ها کاری که ما انجام دادیم اینها بر روی هم منطبق بشود، یک تصویر بسازد. این است که معمولا اون عمل صالح و عمل خوب، اگر صالحات ما زیاد بود، کارهای خوب ما زیاد بود، آن چهره نهایی ما چهره خوبی خواهد بود، و اگر بدیهای ما زیاد بود، آن چهره ما چهره بد و زشتی خواهد بود. سیرتی کان بر وجودت غالب است، آن سیرتی که بر وجود تو غلبه پیدا کرده است، هم بر آن تصویر حشرت واجب است، شما بر آن صورت محشور خواهی شد. حکم آن خو راست کو غالب تر است، هر خویی که بر تو غالب تر بود او حکم خواهد داد. بسیار زیباست. آن که آن حکمی که خوی مثلا حسادت خدایی نکرده، خوی نفرت، خوی کینه، خوی بددانستن دیگران، ما انسان‌هایی داریم همه رو بد میدونن جز خودشون، به همه بدی میگوین جز خودشان، و غافل از این که بدها دیگران رو بد میدانن. کسی که خوب است دیگران رو خوب خواهد دید. در نزد شما هر کس آمد از این آن بد گفت، بدانید این خود بد است. آدم بد دیگران رو بد میدانه، آدم خوب همه رو خوب خواهد دید. حکم آن خو راست خو غالب تر است، چون که زر بیش از مس آمد آن زر است. مس و زر رو و طلا رو قاطی کنی، اگه زر بیشتر باشه میگن این ظرف از چیست، میگن چون غالبش از طلا هست طلاییه، اگه غالبش از مس باشد که میگوین. خیلی مثال زیبایی است. پیشه های خلقه ها و همچون پیشه، یعنی کارهایی که انجام دادن، افعال و اعمالی که بودن. چرا پیشه گفت؟ عملی که او همیشه در پیش دارد. پیشه یعنی چه؟ پیشه یعنی آن چیزی که انسان همیشه در پیش دارد، همیشه به آن توجه می کند. مثلا یکی خیاط است، یعنی پیشه او، کار غالب او خیاط است. یکی معلم است، کار غالب او معلمی است. پیشه های خلقه ها همچون جهیز جهاز هستند، مانند طبقهایی است که اعمال او رو دارن میبرن فرشتگان. سوی خلق آیند روز رستخیز، در روز رستخیز اینا می نشینند، بعد طبقهای اعمالشان می آید، بذار ببینم چه کردم چه کردم، همه مشاهده می کنن. چون کبوترهای پیک از شهرها، سوی شهر خیش آورد بهره ها. اینها مانند کبوترهای نامه بر می آیند، از هر جایی یک، از هر جایی انسان دلش می‌ریزد که خدایا این کبوتر که آمده به نفع من چیزی خواهد، نامه‌ای به نفع من است یا به ضرر من. خاک را در گور او آکنده بین، زیر خاکان دانه اش را زنده بین. میگه این دانه رو که فرستادی و روش خاک گرفتی، آن دانه زنده هست، خواهد رویید. فکر نکن که این اعمال تو پوشیده شد، زمان پوشاند، بابا من یه کاری کردم 60 سال پیش. نه، همین از زیر خاک این کار تو از 60 سال پیش هم بالا خواهد آمد. خاک را در گور او آکنده بین، زیر خاکان دانه اش را زنده بین. این درختانند همچون خاکیان، دستها برکردند از خاکدان. میگه این درخت هایی که میبینید، این شاخه ها که بالا، دست هاشون رو آوردند و از بودن در خاک مینالند که بیایید ما رو نجات دهید. در زمستانشان اگرچه داد مرگ، زنده شان کرد از بهار و داد برگ. در زمستان برگ هاشون رو گرفت، ولی الان که بهار است میبینید که چه برگ های نیکویی داد. انسان رو میمیراند و بعد در روز هشت اینها رو دوباره به زندگی در می آورد. این بهار نوز بعد برگریز هست، برهان وجود رستخیز. خیلی زیبا میگه این برهان، اگر دلیل میخوای، برهان یعنی چند دلیل مجتمع بشن هدفمند یک چیز بزرگتری رو ثابت بکنن، به این میگم برهان. از ظرف هست یعنی همه اینها برهان است. چه چیزی؟ این که درختان هیچ بودند و دوباره آمدند، این که دانه ها در زیر خاک بودند و سر برآوردند، اینها نشان دهنده این است که این انسان هم از خاک، از گور سر بر خواهد آورد و رشد خواهد کرد و خواهد دید و معلوم خواهد شد که این چه بوده است. این هلو بوده است، این سیب بوده است، این گندم بوده است، همه اینها من، این خوک بوده است، این گاو بوده است، انسان بوده است. آنجا دیگر همه چیز معلوم می شود.
در بهاران سبزه ها پیدا شود، هرچه خورد است این زمین رسوا شود، هرچه رو پوشیده بردمد آن از دهان و از لبش، تا پدید آید ضمیر و مذهبش. هرچه که بیرون می آید ضمیرش، درونش، همان ضمیر خاصی که گفتیم، اون آنچه که در درون او بود و مذهب او و راه و روش او در آنجا مشخص می شود.